ناصرالدین شاه که پیش از دوران پادشاهی ناصرالدین میرزا خوانده میشد، در 25 تیر ماه سال 1210 به دنیا آمد و در 12 اردیبهشت ماه سال 1275 درگذشت. وی معروف به قبله عالم، سلطان صاحب گران و بعد از کشته شدن توسط میرزا رضا کرمانی، شاه شهید، چهارمین شاه ایران از دودمان قاجار بود. او از سال 1227 تا سال 1275 خورشیدی با نزدیک به 50 سال پادشاهی پس از شاپور دوم ساسانی و طهماسب اول صفوی طولانی ترین دوره پادشاهی در میان تمامی شاهان تاریخ ایران را داراست. او به افتخار نیمگر سلطنت بر ایران خود را صاحب گران نامید. او همچنین نخستین پادشاه ایرانی بود که خاطرات خود را نوشت. دوران حکومت ناصرالدین شاه آخرین حکومت در ایران با شیوه پادشاهی مطلقه بود. او نخستین پادشاه ایرانی بود که در رأس هیئت حاکم اعظم اروپای نوین شد. سید محمد علی باب مؤسس آیین بابی به دستور او تیرباران گردید. ناصرالدین شاه نخستین صدر اعظم خود امیر کبیر را که اصلاحات اداری، مالی و فرهنگی مهمی انجام داده بود به قتل رسانید. ناصرالدین شاه در سال 1275 خورشیدی و در آستانه مراسم 50 سال پادشاهیش به ضرب گلوله در سن 65 سالگی توسط میرزا رضا کرمانی که یکی از پیروان سید جمال الدین اسدآبادی بود ترور شد. او را در حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری در جنوب شهر تهران به خاک سپردند. در اوایل دهه 70 زمانی که موزه گلستان در کاخ گلستان بازگشایی شد، مقبره او توسط صادق خلخالی از حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری در این موزه به نمایش عمومی درآمد. در دوره حکومت ناصرالدین شاه بسیاری از اختراعات، ابداعات، مفاهیم، خدمات و ادارات و سازمانهای دنیای غرب برای اولین بار وارد ایران گردید که میتوان به دوربین عکاسی، تلگراف، ضرب سکه، چاپ اسکناس و تمبر، انتشار روزنامه، چراغ گازی، راه آهن، سازهای موسیقی غربی مانند پیانو، ثبت اسناد رسمی، بانک، پلیس، نیروی دریایی، سالن تئاتر، مدرسه و دانشگاه اشاره کرد. اولین فراماسونری در ایران در سال 1239 خورشیدی و در زمان ناصرالدین شاه قاجار وارد ایران گردید. به درخواست ناصرالدین شاه قاجار در پی قراردادی بین ایران و روسیه تزاری نیروی نظامی بریگاد قزاق سازماندهی شد. این نیرو که توسط افسران روسی رهبری می شد عامل مهم گسترش سریع نفوذ روسیه در سالهای بعد گردید. ناصرالدین شاه نقش مهمی در گسترش و توسعه رسوم شیعی همانند عزاداری و اجرای تعزیه داشت. او پشتیبان و ترویج کننده تعزیه بود. در سال 1247 خورشیدی فرمان بنای تکیه دولت را صادر کرد که از اصلی ترین اقدامات او در گسترش ترویج آیین شیعی به حساب می آید. او برای ترمیم، نوسازی و زیباسازی حرمهای امامان و امامزادگان شیعه از جمله حرم حضرت حسین ابن علی، حرم عسکرین و حضرت علی ابن موسر رضا اقداماتی انجام داد. همچنین روز قدیر خم، زادروز حضرت علی ابن ابی طالب و حضرت حجت ابن الحسن نیز در دوره زمامداری او به شکلی رسمی در زمره جشنهای ملی درآمد. ناصرالدین شاه
یکی از اولین عکاسان ایرانی بود. او به شعر علاقه داشت و با تخلص ناصر از خود دیوان شعری بر جای گذاشته است. ناصرالدین میرزا در 17 ژوئن 1831 در روستای کهنمو در نزدیکی اسکو متولد شد. او سومین فرزند محمد میرزا و ملک جهان خانم بود. محمد میرزا هنگامی که 12 سال داشت در سال 1198 به دستور فتحعلی شاه با دختر عمه 14 سالش ملک جهان خانم ازدواج کرد. این ازدواج به قصد از بین بردن تفرقه بین شاخه های گوانلو و دولو صورت می گرفت. در منابع عصر قاجار طرح این ازدواج را جزئی از توصیه های آقا محمد خان به فتحعلی شاه دانستند. حضور ملک جهان خانم در آن روستا احتمالاً برای گریز از ابتلا به وبا پس از شیوع آن در تبریز بود. در زمان تولد ناصرالدین میرزا پدرش به همراه عباس میرزا در خراسان مشغول مطیع کردن قبایل سنی بود. محمد میرزا در همان زمان پیروزی بزرگی به دست آورد و 20,000 ایرانی شیعه را که توسط سنیان اسیر شده بودند آزاد ساخت. به جهت افتخار به همین پیروزی بود که او به جای یک نام اجدادی نام پسر تازه متولد شده خود را ناصرالدین نهاد. فتحعلی شاه که در آن زمان در مرکز ایران بود اضافه شدن عضوی جدید به خانواده سلطنتی را با میگساری جشن گرفت. در طی 4 سال آینده و با مرگ پیاپی فرزندان خردسال محمد میرزا، ناصرالدین میرزا به بزرگترین پسر باقی مانده او تبدیل و در نتیجه در آینده ولیعهدش شد. بجز ناصرالدین شاه از میان فرزندان محمد میرزا و ملک جهان خانم تنها عزت الدوله بود که تا بزرگسالی زنده ماند. فرمان ولیعهدی ناصرالدین میرزا در سال 1251 هجری قمری در تبریز خوانده شد. بهمن میرزا و قهرمان میرزا برادران محمد شاه به بهانه سن کم ناصرالدین او را شایسته داشتن عنوان ولیعهدی نمی دیدند. آصف الدوله دایی محمد شاه هم مصمم بود از ولیعهدی ناصرالدین جلوگیری کند تا ارگ سلطنت از خاندان دولو قطع نشود. سرانجام ولیعهدی ناصرالدین زمانی تایید شد که قهرمان میرزا را به کفالت حکومت آذربایجان منصوب کردند که در واقع تایید ضمنی ولایت او بر ولیعهد کوچک بود. نخستین وظیفه رسمی ولیعهد سفر به ایروان برای ابلاغ تهنیت پدرش به نیکولای اول بود که در آن هنگام در قفقاز از ولایات تازه تسخیر شده بازدید می کرد. در هنگام ملاقات تزار ولیعهد را روی زانوی خود نشان و به نشان محبت انگشتر الماس خود را به او بخشید. محمد شاه پسر 8 ساله خود ناصرالدین میرزا را به همراهی میرزا محمد خان امیر نظام زنگنه و میرزا تقی خان فراهانی وزیر نظام و یکی از روحانیون و جمعی از اعیان و درباریان ولیعهد را به ایروان فرستاد و آن هیئت در رجب 1253 قمری به ایروان رسیدند. محمد شاه در تابستان 1215 ناصرالدین را به پایتخت فراخواند. در آن هنگام او نزدیک 5 سال بود که پدرش را ندیده بود. در تابستان 1261 قمری ولیعهد 13 ساله با دختر عموی پدرش گلین ازدواج کرد. نخستین ازدواج ناصرالدین به معنای رسیدن او به سن بلوغ بود که ضرورت انتصاب نایب السلطنه را از بین می برد، چرا که دیگر ولیعهد صغیر محسوب نمی شد. در سال 1263 قمری بهمن میرزا به روسیه فرار کرد و محمد شاه ناصرالدین را به درخواست خودش حاکم آذربایجان نمود. در این مدت ولیعهد با مسائل جدی حکمرانی آشنا شد. در همین زمان باب را به فرمان حاجی میرزا آقاسی برای محاکمه و تفتیش عقاید به تبریز آوردند و مجلس محاکمه در حضور ناصرالدین صورت گرفت. هنگامی که محمد شاه که سالها با بیماری نگرس دست به گریبان بود در سال 1227 خورشیدی در 41 سالگی از دنیا رفت،
کشور گرفتار شورش بود و تنها بخش آرام ایران آذربایجان شمرده می شد. در این زمان ناصرالدین میرزای ولیعت که آن زمان 17 ساله بود در تبریز به سر می برد و مدعیان پادشاهی از هر سو سر برآورده بودند. حاجی میرزا آقاسی وزیر محمد شاه که توانایی آرام نگاه داشتن تهران را نداشت به حرم عبدالعظیم پناهنده شد و بست نشست و مادر قدرتمند ناصرالدین شاه مهدولیا خودش به تنهایی تمامی کشور را اداره کرد و وزیر محمد شاه را عزل نمود و شورش ها را آرام و تمامی خائنان را مجازات نمود و برای 45 روز حاکم ایران بود. سفیر دولت روسیه که خود را ناگزیر می دید از ولیعت حمایت کند فوراً به وسیله قاصد خود به کنسول خود در تبریز پیام داد و خبر فوت محمد شاه و اوضاع تهران را به وی اطلاع داد. در این زمان ناصرالدین میرزا با پشتیبانی میرزا تقی‌خان امیر نظام یعنی امیر کبیر راهی تهران شد و پیش از رسیدن به شهر میرزا تقی‌خان را لقب اتابک اعظم داد و او را صدر اعظم خود گردانید. با رسیدن به تهران در همان سال ناصرالدین شاه به پادشاهی ایران رسید و مادرش مهدولیا را به خاطر شایستگی و توانایی در اداره مملکت به عنوان یکی از مشاوران اصلی قرار داد و به او احترام گذاشت. ناصرالدین شاه هم مانند پدرش توسط صدر اعظمش به تخت نشست و سپس وی را به قتل رساند. ناصرالدین شاه در 22 شهریور 1227 شمسی بر تخت نشست و از آن پس تا زمان مرگش در جمعه 12 اردیبهشت ماه سال 1275 شاه ایران بود. در آستانه مراسم 50 سال تاجگذاری در سال 1275 خورشیدی به دست میرزا رضای کرمانی یکی از پیروان سید جمال الدین اسدآبادی و به تحریک او در حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری ترور شد. او در هنگام ترور 50 سالگرد سلطنت خیش را جشن می گرفت. وی در حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری در نزدیکی تهران دفن گردید. سنگ قبر یک پارچه مرمری ناصرالدین شاه که تمثال کامل وی بران حکاکی شده با وزن 7 تن یکی از نمونه های هنر سنگ تراشی ایران است. در روزهای پس از پیروزی انقلاب 57 وقتی سنگ قبر رضا شاه در حرم شاه عبدالعظیم توسط مردم معترض تخریب شد، حسین احمدیان با خلخالی صحبت کرد و از ارزش‌های هنری سنگ تراشی قبر ناصرالدین شاه و لزوم حفظ آن سخن گفت. در نهایت با همراهی نیروهای شهربانی و کمیته انقلاب محوطه دفن ناصرالدین شاه در حرم شاه عبدالعظیم چند شبانه روز گرک شد تا احمدیان بتواند سنگ 7 تنی ناصرالدین شاه را جابجا کند. این سنگ هم اکنون در موزه کاخ گلستان در تهران نگهداری می شود و به یکی از شاهکارهای کندکاری دوره قاجار معروف است. Thank you.
you